الرحمن كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم، وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين واللعن على أعدائهم أجمعين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا صدق الله العلی العظیم بارز سلام و احترام خدمت یکایک یک بینندگان و شنوندگان عزیز و نهایت گرامی با بحث حقوق والدین بر اولاد در خدمت شما هستیم و در این جلسه نیز به مسائل مربوط به والدین اشاره می کنیم. مسائلی که در دوران پیری و سالمندی پدر و مادر برای فرزندان اتفاق می افتد شناختن اونها و در جریان بودن این مشکلات و مسائل یکی از ضرورتها و نیازهای مهمی است برای اینکه اگر ما با مشکلات و مسائل و گرفتاری های دوران پیری والدین و هر سالمندی دیگری آشنایی نداشته باشیم طبیعتا نحوه برخورد درست و سالم با اون مسائل را هم اطلاع نخواهیم داشت و به درستی از عهده اون مسائل بر نخواهیم آمد به همین جهت شناسایی مسائل و مشکلات دوران سالمندی پدر و مادر در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد و فهرستی از این مسائل خدمت شما تقدیم می شود تا با آشنایی بتوانیم رای های درست و مناسب با این گرفتاری ها را نیز در میان بگذاریم مسائل دوران سالمندی خب مسائل خاصی است و نیازمندی مهارت های لازم برای برخورد صحیح با این مسائل هست وقتی در دوران سالمندی پدر و مادر ما به کمک های ما نیاز پیدا می کنن یا این نیاز ها گاهی به صورت دفعی و یک مرتبه و ناگهانی به وجود می آید مثل این که پدر و مادر ما تا هنوز از سلامتی خوبی برخوردار بودن یک مرتبه خدای نخواسته در اثر تصادف یا در اثر سکته و یا در اثر یک بیماری شدیدی کاملا از توان و قدرت خودش می افتد و نیازمند کمک های دیگران می شود و یک مرتبه هم نیازهای به کمک در اثر پیری و به صورت تدریج پیش می آید مثل این که بالاخره وقت پدر و مادر ما سنی از اونها میگذرد گذرد خب طبیعتا دوران پیری مشکلات خاص خودش رو به همراه داره و کم کم این مشکلات خودش رو نشان می دهد مثلا این مشکلات هم در بخش فیزیکی و جسمی افراد سالمن خودش رو نشان می دهد. هم در بخش روانی و روحی مشکلات خودش رو نشان میدهد در بخش جسمانی مثلا ما میبینیم که دیگر از اون زیبایی های دوران جوانی خبر نیست ظاهر افراد تغییر میکند چین و چروک و امثال اینها بر دست و صورت افراد سالمند پیدا میشود در سن کهنسالی حافظه ها ضعیف می شود کم کم افراد فراموشی پیدا می کنند رفتارها غیر عادی می شود مفاصل و بندهای پاها و دستها و همچنین حتی کمر و امسالن ها درد می گیرند تحرکات افراد سالمند کم می شود و در نتیجه این ضعف ها میبینیم که گرفتاری ها خودش را به صورت مستمر نشان میدهد به گونه ای که گاهی افراد سالمند و پیر توان انجام کارهای عادی روزمره خودش را هم پیدا نمیتوانند نیازمند کمک است به این که فرزندان اونها نواسه های اونها اونها را به حمام ببرند حتی به دستشویی ببرند و در پوشیدن لباس و امثال اونها کمک کنند در بحث خوردن و نوشیدن و امثال آنها هم حتی نیازمند کمک دیگران میشوند خب در نتیجه همین دوران و همین سنین بالا هست که گاهی برخی از کارهایی از طرف افراد مسن و سالمند اتفاق میفته و کارهایی پیش میآید که باعث خجالت و احساس شرمی افرادی مثل فرزندان و دیگران می شود که اینها همه مشکلات دوران پیری و سالمندی هست از طرف دیگر طبیعتا از نظر مشکلات روانی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم پدر و مادر وقتی به دوران گذشتهشون نگاه میکنن میبینن که افراد توانمند و پرقدرت و پر انرژی بودند که نه تنها کار خود را بلکه کار فرزندان خود را و کار یک فامیل را انجام میدادند اما امروز وقتی به دوران پیری و می رسن گاهی اون احساس دوران گذشته برایشان زنده می شود و اون میل انجام کارهای خود توسط دست و توان خودش در او زنده می شود و دوست ندارد که فرزندان اونها یا دوست ندارد که نیازمند کمک دیگران خود را نشان بدهد لذا است که برای هر مشکلی که پیش میآید ممکن است بعضی از پدران و مادران خود برای حل آن اقدام بکند هرچند ممکن است توانی انجام اون کارها را نداشته باشد و در نتیجه برخی از نشان دادن غیرت ها یا حتی نشان دادن قدرت و توان خود ممکن است بعضی کارهایی را افراد مسن و سالمند انجام بدهد که باعث خطر برای خودش و تهدیدهای جدی برای سلامتی خودش باشد دزاست که در یک همچنین شرایط حساس و دشوار افرادی که کمک به افراد مسن میکنند اهم از فرزندان نواسه ها و کمککاران دیگری که در مراکز دیگر برای افراد سالمن خدمت می کنند اینها نهایت دقت و توجه را داشته باشند تا چگونگی تعامل با افراد مسن و سالمن را به خوبی آگاهی داشته باشند و به درستی نیست از همون مهارت ها استفاده کنند بسیاری از ماها در اثر ندانستن مهارت های برخورد مناسب با افراد سالمن گاهی تصورات اشتباه در ذهن ما خطور می کند بسیاری از ماها فکر میکنیم که همون معامله‌ای را که ما با فرزندان خورسال خود انجام میدیم چون افرادی که در خورسالی توان انجام کارهای خود را ندارند و ما به اونها کمک میکنیم نسبت به فرزندان خود کارهای اونها را انجام میدیم فکر میکنیم که افراد سالمن هم نظیر یک چنین نیازهای را دارند و ما میتوانیم با همون روشی که با فرزندان خود تعامل میکنیم نسبت به پدر و مادر مسن و سالمند و خود هم همون روش رو به کار ببندیم در حالی که این گونه نیست روشی برخورده با افراد سالمند غیر از روش برخورد با افراد خردسال هست و این نیازمند آموزش های خاصی هست که به اونها باید دقت لازم را داشته باشیم الله از مشکلات دوران سالمندی و پیری افزایش توقعات افراد مسن و سالمند است گاه این توقعات به حد افزایش پیدا می کند که دوست دارد فرزندانشون تمام حواسشون و توجهشون و توانشون متوجه اونها باشد و فرزندانشون کاملا در اختیار پدر و مادر پیرشون باشد و لذاست که اگر احساس کنند که فرزندانشان کوتاهی میکنن یا حتی به نیازهای افراد دیگر خانواده رسیدگی میکنن برایشان گاه گران تمام میشود و این مسئله را با عبارت بیان میکنن از جمله خب گاهی شنیده میشود که پدر و مادر مسین به فرزندانشون سراحتا بیان میکند که ما یک چند روزی بیش مهمان شما نیستیم به ما بیشتر رسیدگی کنید که در این چند روزه که ما مهمان هستیم بعد از آن شما می توانید فرصت بیشتر دارید که به نیازهای افراد دیگر خانواده و فامیل رسیدگی کنید خب این نیازهای به این شکل و توقعات افزایش یافته نیازمند این است که ما چگونه با آنها باید برخورد داشته باشیم تا اینکه احساس ناراحتی و نارضایتی در اونها هم به وجود نیاید یک از حقوق والدین هست و از طرف دیگر اون گرفتاری ها و نیازهای روزمره در خانواده و بقیه اعضای خانواده هم اونا هم حل بشود و نحوه رسیدگی به افراد سالمند باید به گونه ای باشد که هم نیازهای اونها به درستی تامین بشود و هم احساس عزت و سربلندی و توانمندی افراد مسین خدشدار نشود و از طرف دیگر خود فرزندان نیز به گونه رفتار بکنند که خدای نخواسته بعدا احساس گناه و خجالت نداشته باشد بسیاری از پدران و مادران در دوران سالمندی بر اساس افزایش توقعاتشون شکایت ها و گلایه هایی را هم ممکن است از فرزندانشان داشته باشند یا حتی گله و شکایت فرزندانشان را پیش کسان دیگر انجام بدهند و این گلایه ها در زمانی که فرزندان نهایت تلاششون را انجام میدن که خوب خدمت بکنند خوب به پدر و مادرشون رسیدگی بکنند و نهایت قدرت و توان خود را هم در این راه گذاشتن اما گاهی ممکن است پدر و مادر نارضایتی خودشان را به یک شکلی ابراز بکنند خود این گله و شکایت کردن پدر و مادر سبب ناراحتی ها و گاه عصبانیت فرزندان می شود که در این زمینه های انسان باید خیلی دقت داشته باشد تا خدای نخواسته در نتیجه چنین برخورد هایی که اقتضای دوران سالمندی هست ما عصبانیت از خود نشان ندهیم و حرفی یا کاری که سبب رنجش و اذیت پدر و مادر بشود در برابر اونها انجام ندهیم در یک چنین شرایط حساس و مهم خوب است که فرزند یا فرزند بزرگتر یا تعداد محدود از فرزندان همه بار مسئولیت رسیدگی به نیازهای افراد مسن و سالمند مثل پدر و مادر پیر رو بر دوش نگیرند بلکه اگر احساس میکنند که از توانش بالاتر هست و خارج از قدرت اوست خب در یک چنین شرایطی باید از بقیه افراد خانواده هم کمک بگیرن از فرزندان دیگر نواسه ها و حتی فامیل های دورتر برای این که در یک چنین شرایطی ممکن است بقیه اعضای خانواده هم دوست داشته باشند که خدمتی کرده باشند و کاری رو انجام داده باشند که بعدا احساس گناه نکنند و این مسئله به صورت مکرر اتفاق افتاده است که بعضی از افراد خانواده در دوران نیازمندی افراد مسن و سالمند اون گونه که باید وظیفه خودشون را ادا بکنن ادا نکردن یا تنبلی کردن یا به وظیفهشان درست آشنایی پیدا نکردن یا احساس کردن که هنوز فرصت دارن برای خدمت به پدر و مادر یا برای خدمت به پدر بزرگ و مادر بزرگ اما بعد از آن که پدر را یا مادر را یا پدر بزرگ و مادر بزرگ رو از دست دادن یک مرتبه تمام افسوس و حسرت و تأسف وجودشون رو فرا میگیرد که چرا نتوانستند در دوران حیاتشون و در دورانی که اونها نیاز به کمک کردن داشتن یک آب روی دستشون بریزن یک خدمت در حقشون انجام بدهن یک کاری برای رفع گرفتاری ها و مشکلاتشون انجام بدهد لذاست که برای جلوگیری از پیش آمدی این گونه بار انسان خوب است که بخیه اعضای خانواده را هم در جریان قرار بدهند و یک نکته که برای شناخت مسائل دوران سالمندی لازم هست این است که پدران و مادران ما مثل هر انسان عزتمند و موجود با عزت دوست دارند که مورد احترام باشن اعتماد به نفس داشته باشن با ارزش به حساب بیاین و به دلیل از دست دادن بسیار از چیزها از جمله از دست دادن توانایی ها و زیبایی ظاهر و قدرت و انرژی جسمی و فیزیکی یا حتی تحمل دردها و مشکلاتی که در زندگی کشیدن و در این که امروز دیگر اون نقش اقتصادی و اهمیت دوران جوانیشون رو ندارن احساس غیرمفید بودن برایشان دست میدهد و خود اینها باعث گرفتاری های بیشتری برای افراد می شود که انسان با آشنایی با این گرفتاری ها و مشکلات می تواند تا حدودی به رفع نیازها و رفع گرفتاری های اونها بپردازد در مجموع با برخی از گرفتاری ها و مشکلات دوران سالمندی آشنا شدیم و برخی دیگر هم باز نیاز هست که به اونها اشارات صورت بگیرد تا انشالله رای حل درست و حسابی برای این دوران داشته باشیم تا به وظیفه خود به درستی عمل کرده باشیم با امید توفیق و آرزوی آشنایی با وظیفه و عملی به اون همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <applause> I <laughs> love